حضرت ابو ساعدی از فرمانده های اصلی جنگ با داعش بود که با وجود رتبه نظامی بالا حضور مداومی در خط مقدم داشت. خود من همیشه اون رو بدون جلیقه ضد گلوله و با آستین کوتاه در جبهه می دیدم. با اینکه آقای ساعدی شیعه است، اما هم خودش و هم در کل نیروهای ضد تروریسم به عنوان گروهی شناخته میشن که فارغ از قومیت و مذهب خودشون رو در درجه اول عراقی میدونن. این نیروها بعد از سقوط صدام از طرف نیروهای آمریکایی تعلیم دیدن و سپهبد ساعدی هم در زمان جنگ با داعش به طور مستقیم با آمریکایی ها کار میکرد. بعضی معتقدند همین نزدیکی با نیروهای آمریکایی خوشامد گروه‌های مسلح و سیاسی نزدیک یا حامی ایران نبود و منجر به عزل آقای ساعدی شد. بعضی هم میگن مبارزه اون با فساد مالی در نیروهای ضد تروریسم بود که براش دشمن تراشید. هرچی بود، برکناری آقای ساعدی باعث واکنش طرفدارهاش اول در شبکه‌های اجتماعی و بعد در خیابان‌ها شد. اما به مرور محور تظاهرات تغییر کرد و معترض‌ها دلیل حضورشون در خیابان‌ها رو فساد دولتی گسترده و نبود خدمات رفاهی و معیشتی اعلام کردن. به اعتراضا ملحق شدم چون میخوام حق و حقوقم رو پس بگیرم. ما میخوایم کشورم رو پس بگیریم. من خونم رو رها کردم تا به معترضا ملحق بشم. اعتراض به نظامی که بعد از سقوط صدام در 16 سال گذشته به نظر خیلی از عراقی‌ها ناکارآمد بوده. عراق کشوریه که سالها جنگ و ناآرامی رو تجربه کرده و بیشتر زیرساختاش آسیب دیده. برق مدام میره و فقط چند ساعت برق شهری داریم. بقیهش وابسته به ژنراتورهاست که پرداخت هزینهش برای همه مقدور نیست. آب لوله کشی در بیشتر شهرها تصفیه نشده و شوره. حمل و نقل عمومی هم عملا وجود نداره. از همه مهمتر این که این کشور با خیلی عظیم نیروی جوان بیکار مواجهه. اما در عین حال عراق کشوریه که روی نفت نشسته. حتی در اوج جنگ هم درآمد نفتی داشته. خیلی از معترض‌ها و به خصوص قشر جوان این کشور معتقدند که درآمد این نفت فقط به جیب حاکمان و سیاستمدارهایی رفته که در این چند سال سر کار بودند. در این اعتراض‌ها شعارهای ضد ایران هم شنیده میشه. بعضی از عراقی‌ها معتقدند که بعد از سقوط صدام کشورشون به طور کامل تحت کنترل ایران در اومده و این کشور همسایه در همه امور سیاسی و نظامی اقتصادی عراق دخالت می‌کنه. معترض‌ها خیلی از گروه‌های سیاسی و مسلح نزدیک به ایران رو به فساد و سوء استفاده از قدرت متهم می‌کنن. تصویر تظاهرکننده‌های خشمگین در حالی که عکس‌های رهبران ایران در خیابان‌های بغداد، بصره و کربلا رو پاره می‌کنن یا با لنگ کفش رو این عکس‌ها می‌کوبن در کانون توجه رسانه‌ها بوده. بعضی از عراقی‌ها آقای خامنه‌ای رو مرجع تقلیدشون میدونن و بعضی هم از اون به عنوان فرمانده و رهبر اصلی شیعیان یاد میکنن. یه دم ایران رو به عنوان کشوری که موقع حمله داعش اول از همه به داد عراق رسید میبینن. برای همین تعداد این عکس‌ها در سال‌های جنگ با داعش بیشتر هم شده. به طوری که حالا اگر از مرز سوریه با عراق تا نزدیکی کرکوک یا حتی مناطقی در شمال عراق مثل تل عفر برین به این عکس ها بر میخورید. تصویر آیت الله خامنه‌ای بیشتر همراه آیت الله سیستانی مرجع دینی شیعه عراق در گوشه عکس های نیروهای هشت شعبی که در جنگ با داعش کشته شدن دیده میشه. حتی بعضی جاها عکس قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران هم به چشم میخوره که در زمان جنگ با داعش همراه نیروهای هشت شعبی در بعضی از جبهه‌ها حضور داشت و اونها رو فرماندهی میکرد. اما گروهی این عکس ها رو سمبل نفوذ ایران در عراق و سوء استفاده گروه های نزدیک به ایران از قدرتشون در این کشور میدونن و بارها به اینکه چرا اصلا باید عکس رهبران ایران در خیابان های عراق باشه اعتراض کردن. پیروزی نیروهای عراقی با حمایت بین‌المللی بر داعش غرور ملی و احساسات ملی‌گرایانه رو به خصوص در بین قشر جوان عراقی این روزها پررنگ‌تر کرده و بعضی از عراقی‌ها میگن مقامات ایرانی این واقعیت رو نادیده می‌گیرن و به حریم عراق احترام نمی‌گذارن.
خیلی از معترض‌ها چه در خیابون‌ها و چه در شبکه‌های اجتماعی آمریکا رو هم سبب ناکامی 16 سال اخیر عراق می‌دونن و به این تاکید می‌کنن که نمی‌خوان کشورشون بازیچه و میدان قدرت‌نمایی هیچ قدرت بین‌المللی و منطقه‌ای باشه. چه آمریکا، چه عربستان و چه ایران. بخشی از تظاهرکننده ها هم عملاً ضد آمریکایی هم هستند. مثلا حامیان مقتدی صدر، روحانی شناخته شده شیعه که نقش مهمی در شکل دادن تظاهرات در بغداد و بصره دارند، یا حتی طرفدارای سید حسنی سرخی، روحانی عراقی در کربلا که گویا از حمله کننده های اصلی به کنسولگری ایران در این شهر بودند. نا سابقه طولانی مخالفت و حتی درگیری مسلحانه با نیروهای آمریکایی بعد از سقوط صدام داشتن و همچنان هم بر مخالفتشون با حضور آمریکا در عراق پافشاری میکنن. با همه اینها تصاویر حمله گروهی از معترضان به کنسولگری ایران در کربلا به عنوان ضربه سختی به وجهه ایران در عراق تعبیر میشه. کربلا مهمترین مقصد زائران ایرانی در عراق و ایران در این شهر بعد از سقوط صدام سرمایه گذاری های زیادی کرده. از مرمت زیارتگاه ها تا ساخت هتل و مراکز دیگه. اما بعضی معتقدن نفوذ زیاد گروه های نزدیک به ایران در این شهر که از طرف معترض ها به فساد مالی و سوء استفاده از قدرت متهم هستن مانع رشد کربلا و بهبود شرایط رفاهی در این شهر شده. تا الان این تظاهرات در شهرهایی که جمعیت غالبشون شیعه هستن در جریان و هنوز به مناطقی که اکثریت سنی دارن سرایت نکرده. اونطور که دیدبان حقوق بشر هم در گزارش اخیرش گفته، این مناطق بعد از جنگ با داعش به شدت تحت نظارت نیروهای امنیتی عراقی هستن و هر نوع تحرکی در این شهرها بلافاصله سرکوب میشه. در این گزارش به این نکته هم اشاره شده که در چند مدت اخیر تعدادی در استان انبار که اکثریت سنی داره فقط به خاطر نوشته اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک فوراً بازداشت شدند. علاوه بر این که بعضی در این مناطق نگرانن هر حرکت اعتراضی به گروه‌های افراطی مثل داعش منسوب بشه یا فرصتی برای ظهور گروه‌های دیگه تندرو بشه. به خصوص که اعتراض های منقطعی که از سال 2011 علیه دولت نوری مالکی در مناطق سنی نشین عراق شروع شد در نهایت به قدرت گرفتن داعش در سال 2014 انجامید. بیشتر کردهای عراق دل خوشی از بغداد ندارند. به خصوص به خاطر تحولاتی که پس از همه پرسی استقلال کردستان عراق رخ داد و تا رویارویی نیروهای دولت مرکزی و پیشمرگه ها در کرکوک هم رسید. برای خیلی از کاربران کرد در شبکه‌های اجتماعی اعتراض ها در جنوب عراق فرصتی شده برای سرکوب زدن به بغداد و تاکید بر ناکارآمدی دولت این کشور و لزوم استقلال کردستان عراق. گرچه شهرهای کردنشین هم در سالهای گذشته شاهد اعتراض به فساد مالی حاکمان این منطقه و وضعیت معیشتی بد بود و بعضی نگرانند تظاهرات بغداد محرکی برای ساکنان مناطق کردنشین هم در نهایت بشه. اعتراض‌ها با برخورد نیروهای امنیتی عراق مواجه بوده و تعداد زیادی کشته و زخمی به جا گذاشته. بعضی از معترض‌ها ایران و گروه‌های مسلح نزدیک به این کشور را متهم به کشتار تظاهرکننده‌ها کردند. دولت عراق در این مدت بارها قرار منع آمده شد شبانه اعلام کرده و از قطع اینترنت برای جلوگیری از ادامه تجمع استفاده کرده. اما به نظر هیچ کدوم کارساز نبوده. معترض‌ها برای مواجهه با نیروهای امنیتی از ترفندهای مختلف استفاده کردند. از جمله بستن خیابون‌ها با هرچی که دم دستشون بوده و نور لیزر گروهی که میتونه مانع دید نیروهای امنیتی به خصوص تکتیراندازها بشه. اونها همچنین بلندترین ساختمان مشرف به میدان تحریر بغداد رو که بین بغدادی‌ها به رستوران ترکی مشهوره تسخیر کردند. ساختمان 18 طبقه متروکه‌ای که در دهه 80 طبقه بالاش رستوران ترکی بوده و در زمان حمله آمریکا به عراق در بمباران آسیب دیده. به گفته این معترض‌ها نیروهای امنیتی در روزهای اول تظاهرات از این ساختمان برای تیراندازی به تظاهرکننده‌ها استفاده می‌کردند.
خواسته های اولیه و اصلی تظاهرکننده ها الان مقابله با فساد دولتی و بهتر شدن وضعیت رفاهی و خدمات عمومی و اشتغال زاییه. اونها همچنین خواستار کنارگیری نخست وزیر عراق شدن. اما عادل عبدالمهدی تا به حال زیر بار نرفته، به جاش وعده اصلاحات بیشتر داده. گروه هم میگن عراق از اونچه که اونها دخالت و سلطه ایران میدونن باید رهاشه. ایرانی ها این کشور رو اداره میکنن. ما شدیم اسیر دست ایران تا وقتی بمیریم. هر روز که میگذره پیشبینی این که کار به کجا خواهد رسید هم سخت‌تر میشه. معترض ها حالا حرکتشون رو دیگه انقلاب میخونن و حتی خواستار انحلال نظام سیاسی هستن که بعد از سقوط صدام شکل گرفته. خواسته ای که فعلا رسیدن بهش غیر ممکن یا خیلی سخت به نظر میرسه.